بیا دست کاری بزنیم، یا علی گفته و تیری به تغاری بزنیم. هستی ما دو نفر جز دو نفس چیزی نیست، هی چطور است که با مرگ قماری بزنیم. دو سه گام سیلی جانانه به روی تقدیر، نظرت چیست بگو گفت که آوری بزنیم. نظرت چیست گفت که آوری بزنیم. سلام و عرض شادباش دارم محضر شما بزرگوارانی که اینجا حضور دارید، به افتخار خودتان یک کف بزنید. زندگی همیشه با رویدادهای منفی دچار هستید و هر آن چیزی را که در زندگی دیدید فقط بلا و حوادث ناخوشایند بوده؟ نفسی عمیقی بکشید، چون امروز با مو عارفه افه اینجا حضور دارد با شما با بلاها و رویدادهای ناگوار زندگیتان خداحافظی کنه و کبوتر سبز شادی زندگیتان را رو به پرواز درآورید. اما چگونه؟ راهش آسان و چون شهد شیرین است. با مثبت اندیشی آقای بزرگوار شما می توانید با مثبت اندیشی یک زندگی خلاق مملو از رویدادهای مثبت را ثبت زندگیتان کنید. عزیزان گرامی، اگر ما بدانیم که افکار ما، گفتار ما چه تأثیر شگفت‌انگیزی در زندگی ما دارد، به شما قول می‌دهم که زین پس به حرفایی که می‌زنیم و فکرهایی که می‌کنیم دقت خیلی بیشتری خواهیم کرد، چون همانا این افکار گفتار ما دقیقا توانمندی‌ها، آگاهی‌ها و نقاط ضعف ما را می‌سازد. این ما هستیم که تصمیم می‌گیریم که آگاهی ما چگونه باشد. آقای پیتر دراکن می فرماید یکی از بهترین راه‌های پیشبینی آینده ابتدا خلق آن است، اما بستگی به این دارد که ما آینده ما را در ذهن‌های ما چگونه ترسیم می کنیم. بزرگترین شیطانی که می تواند به سراغ هر انسان بیاید خود خود اوست و گمان شاینده که انسان میتواند از خود داشته باشد، این چه من نمیتوانم، از بسش بر نمیایم، اصلا بخت ما از اول کج بوده و امثال بود. اوشو میگوید تو امپراتوری هستی که خوابیده ای و در خواب خود را گدایی میبینی، از خواب برخیز جناب امپراتور. عزیزان گرامی، نور خورشید زمانی در این ساختمان میتابد که ما پنجره‌های این ساختمان را باز نگه داریم. نگاه مثبت چون خورشیدی است جاری و ساری، اما متاسفانه بعضی های ما به روی همین خورشید پنجره‌ها و پرده‌های ما را بسته ایم و مدام به خودمان میگوییم کدام خورشیدی مال ما که همیشه بدبختی و تاریکی بوده. بزرگان انجمن، به نظر شما با این طرز فکر تا آخر عمر نصیب ما چه می شود؟ بدبختی، فلاکت و بیچارگی. عبارات منفی مخربند و کشنده، اما عبارات مثبت می سازند و جان می بخشند. پس مهربانان گرامی، بیایید تا بسازیم و جان ببخشیم و از این پس روزه بگیریم. روزه نمیتوانم، نمیشود و نمیگذارن، چون میتوانم، میشود و میگذارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.